مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم حاجی‌زاده. تغییرات مهمی در گزارش بانک جهانی به چشم می‌خوره. برامون بیشتر اونها رو باز می‌کنید؟ ببینید، در گزارش بانک جهانی به چند رکن اثرگذار بر تغییرات و برآوردهایی که از رشد اقتصادی ایران در سال جاری داشتن و سال آینده اشاره شده. در مورد حوزه داخلی، شاید خب در کنار اون اعتراضات و اعتصاباتی که بهش پرداخته شده، شاید مهمترین بخش هم مسئله اینترنت و قطعی اینترنت باشه که خب ما میدونیم در خلال سال گذشته همین مسئله چقدر تاثیر گذاشته بر کسب و کارها و بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور. اما رکن دیگه‌ای که مهم بود در این بخشی که حالا در گزارش بانک جهانی، مسئله سرمایه‌گذاری بود. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در حوزه جذب سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار شرایط سختی داشته. خب حالا اما تحریم‌های اقتصادی که اشاره هم کردید در قالب گزارش بانک جهانی یکی از عوامل مؤثر بوده. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ایران یک گزارشی داشت در مورد روند جذب سرمایه گذاری خارجی که مبنی بر این که این روند برای 3 سال متوالی همچنان منفی هست. خب تا زمانی که این روند در کنار فضای رکود تورمی که شاهدش هستیم تداوم داشته باشه، خب قاعدتا دور از ذهن نیست که این رشد اقتصادی که اعلام میشه همچنان روند رو به کاهش داشته باشه. همونطور که شما اشاره کردید، پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی 2-4% بوده. اما یک نکته رو اشاره بکنم، برآوردهایی که نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول در مورد شاخصهای اقتصادی میدن برای هر کشور، به طور مشخص بخش عمده اونها متأثر از گزارش مربوط به نهادهای دولتی کشور هاست. یعنی مثلا در ایران متأثر از گزارش‌های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و نهادهایی که اتفاقاً در مورد آمارهایی که اونها در مورد صحت آمارهایی که منتشر می‌کنن ابهاماتی وجود داره. کما اینکه سال گذشته بانک جهانی رشد اقتصادی ایران رو حدود 4.7% پیش بینی کرده بود، اما اون چیزی که خود حکومت، خود دولت اعلام کرد بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ایران حدود 4% بود. یعنی حتی گزارش پیشبینی بانک جهانی از اون چه که اتفاق افتاده بود خوشبینانه تر بود. و یک نکته مهم دیگه این هست که حالا در گزارش بانک جهانی هم بهش اشاره شده، مسئله نفت هست. ما میدونیم که بخش عمده رشد اقتصادی در ایران چه در سالهای گذشته و در حال حاضر عمدتاً متکی بر مسئله نفت هست. کما اینکه گزارش‌های دیگه‌ای که منتشر میشه، در گزارش‌هایی که منتشر میشه از بخش‌های دیگه در حوزه شاخص رشد اقتصادی نشون میده که مثلا در سال گذشته ما رشد اقتصادیمون در حوزه کشاورزی رشد منفی داشته، چیزی که در حوزه یک دهه اخیر حداقل کم سابقه بوده. در حوزه رشد اقتصادی صنعتی هم به همین منوال بوده و اون چیزی که داره اتفاق میفته، آمارهایی که اعلام میشه عمدتاً متأثر از وضعیت نفت هست. این گزارش چه تصویری از آینده اقتصادی ایران میده؟ میشه امیدی به بهبود وضعیت معیشت مردم داشت؟ ببینید، تا زمانی که ما تورم 40% مداوم رو داریم در خلال سالهای اخیر و خب پیشبینی تورم، چشمانداز تورمی هم به همین منوال هست که این تورم با به صورت بالا ادامه پیدا بکنه، حتی اگر رشد اقتصادی 3-4% هم داشته باشیم، تأثیر این رشد اقتصادی عملا در معیشت و اقتصاد جامعه احساس نخواهد شد. کما اینکه در حال حاضر هم با وجود اون که اعلام شد سال گذشته 4% رشد اقتصادی داشتیم، چیزی که در معیشت زندگی مردم، در معیشت زندگی مردم که شد تداوم افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و به طور کلی بدتر شدن شرایط اقتصادی بود. و قاعدتاً وقتی این پیشبینی‌ها کمتر میشه، کما اینکه بانک جهانی این پیشبینی رو کمتر از حالا حدود 2-4% و نزولی شدن اون پیشبینی کرده، خب میتونیم تصور این رو داشته باشیم که حتی این شرایط نابسامان‌تر هم خواهد شد. شما مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ.